در 17 اکتبر 1987 بیش از 100 هزار نفر در تروکادر و پاریس گرد هم آمدند تا یاد قربانیان فقر، خشونت و گرسنگی را زنده کنند و از آن زمان مردم هر سال در 17 اکتبر گرد هم می‌آیند تا با فقرا همبستگی خود را نشان دهند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، امروز مصادف با روز جهانی ریشه‌کنی فقر، در سخنانش ضمن اشاره به ویران شدن اقتصاد و جوامع سراسر جهان با همه‌گیری کووید 19 گفت: سطوح فعلی فقر اتهام اخلاقی دوران ما است که تنها سال گذشته 120 میلیون تن به آمار فقرا در جهان افزوده است. وی در ادامه مبارزه با فقر را نبرد با نابرابری نامید و مرگ و میر میلیون‌ها تن در جهان و رکود اقتصادی طولانی مدت را عامل خسارت میلیاردها دلار دانست. اما از سوی دیگر اقدامات ناگهانی برای از بین بردن فقر را عامل نابرابری‌های بیشتر بین شمال و جنوب جهان اعلام کرد و افزود: ما باید به این فقر همه‌گیر از طریق بازیابی سرمایه‌گذاری در زمینه بازآفرینی مشاغل برای رشد اقتصادی سبز در کشورهایی که بیشترین نیاز را دارند پایان دهیم. بر این اساس گوترش یک رویکرد بهبود سه‌جانبه جهانی را ارائه کرد که با اراده سیاسی قوی‌تر و مشارکت برای دستیابی به حمایت اجتماعی جهانی تا سال 2030 ادامه می‌یابد. در ادامه وی به آمار بالاتر زنان فقیر نسبت به مردان اشاره کرد و تأکید کرد سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی باید زنان کارآفرین، رسمی کردن بخش غیر رسمی، تمرکز بر آموزش، حمایت اجتماعی، مراقبت جهانی از کودکان، مراقبت‌های بهداشتی و کار شایسته را در دستور کار خود قرار دهد. از سوی دیگر آخیم اشتاینر، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد، از اقدامات مبتکرانه برای کمک به جوامع برای پیشرفت بهتر صحبت کرد. در همین رابطه وی به برنامه استراتژیک توسعه ملل متحد بین سالهای 2022 تا 2025 به عنوان تعهد جسورانه برای خروج 100 میلیون نفر از فقر چندبعدی اشاره کرد و افزود: افرادی که در فقر زندگی می‌کنند متحمل تغییرات شدید آب و هوایی هستند و انرژی‌های تجدیدپذیر اهرم حیاتی برای ایجاد مشاغل سبز و کاهش انتشار کربن است که می‌توان از آن برای دسترسی 500 میلیون تن به انرژی پاک و مقرون به صرفه تا سال 2025 بهره برد. وی تلاش‌های آب و هوایی را کمک به 120 کشور دنیا دانست که با کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تاب‌آوری جوامع آسیب‌پذیر را افزایش داده و در پایان فقر و متعادل کردن نیازهای مردم و کره زمین نقش بسزایی ایفا می کند. The pandemic has left an additional 140 million people unable to access the food they